دو لایحه از چهار لایحه FATF که توسط مجلس ارتجاع به تصویب رسیده بود، همچنان بین شورای نگهبان ارتجاع، مجمع تشخیص مصلحت آخوندی و مجلس ارتجاع دست به دست میشه. لایحه CFT هم که آخرین لایحه است و مجلس ارتجاع اون رو تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال کرده، شورای نگهبان رو عرصه کشمکش های باندی کرده. و خلاصه به نظر میرسه زهری که خامنه‌ای که نمیخواست خودش بخوره و اون رو روی میز مجلس ارتجاع گذاشته بود، داره در پیکر رژیم عمل میکنه. گزارش کوتاهی رو در این زمینه با هم ببینیم. رسانه‌های حکومتی خبر دادند که 40 تن از اعضای مجلس ارتجاع از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بازگشت لایحه پالرمو و لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس شدند و به این ترتیب در برابر خط لاریجانی ایستادند که برای تسریع در تصویب لایحه مجلس آخوندی را دور زده و آنها را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده بود. این لایحه را پیش از آن شورای نگهبان به مجلس برگردانده بود، اما لاریجانی به گفته این 40 نفر برخلاف آیین‌نامه‌های مجلس و مجمع تشخیص در یک تصمیم فردی بدون طرح در مجلس آخوندی این تصمیم را گرفتند. اعضای مجلس ارتجاع به رئیس مجمع تشخیص گوشزد کردند که بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص غیرقانونی است و برای کار باید به مجلس برگردانده شود. از سوی دیگر مقامات و مهره‌های باند خامنه‌ای به صحنه آمده و خواستار متوقف کردن تصویب این طرح‌ها شدند. FATF نگاهش این است که بتواند کنترلی بر در واقع جابجایی ها و ترانزکشن های مالی کشورها داشته باشد که بتواند مبدأ و مقصد پول ها را انجام بده و کنترل کنه و در اختیار قرار بگیره. اون جهت های سیاسی بر حوزه FATF به شدت سنگینی میکنه و حتی اگر هم ما بپذیریم، قبول هم بکنیم، ما رو به راحتی از اون حوزه بیرون نمیارن. علتش هم اینه که یک استراتژی بزرگتری به نام جنگ اقتصادی بر علیه ما هست که یه جبهه‌اش جبهه مالی بانکی و پولی است و فقط اینکه ما بپذیریم و اونا بگن آقا شما چون دیگه پذیرفتید از این لیست میاد بیرون، طبیعتاً یه مداری خام نگاه کردن به مسئله هستش. خواستار جلالی در ادامه ابراز نگرانی کرد و گفت تو جنگ اقتصادی که ما با دشمن داریم، اطلاعات مالی و اقتصادی کشور خیلی میتواند مهم باشد. تو جنگ فیزیکی هر گونه اطلاعات دادن به دشمن یا هر گونه اشراف دشمن بر حوزه های ما از یک مفهوم بسیار خطرناکتر است. به کمیسیون امنیت ملی مجلس مکتوب نوشتیم، هم به شورای محترم نگهبان نظریمونو مکتوب نوشتیم، هم تو جلسات دبیرخانه شورای امنیت ملی اینا رو مطرح کردیم. و در همین حال رسانه‌های دلواپسان خامنه‌ای با استناد به ابراز تردیدهای باند روحانی خواستار متوقف کردن تصویب این لوایح هستند. سایت حکومتی جهان نیوز نوشت روزنامه دولتی ایران میگوید آمریکا و غرب پس از انجام توقعات FATF توسط ایران ممکن است مانند برجام زیر تعهد خود بزنند. این سایت حکومتی سپس در قیاس با روندی که رژیم در برجام طی کرده نتیجه می‌گیرد، احتمال وجود دارد که با اجرای کامل تمامی دستورالعمل‌های FATF و برنامه اقدام و خواسته‌های ویژه توسط ایران و پس از آنکه برخی بلوک‌های قدرت در نظام جهانی از آشکارسازی مکانیزم‌های مالی، پولی، ارزی حیاتی ایران و دسترسی به گلوگاه‌های مهم اقتصادی ایران اطمینان حاصل کردند، آنگاه با اعمال نفوذ در ارکان و به خصوص شورای عمومی FATF کماکان ایران را در تنگنای کشورهای پرخطر نگه دارند. این ترمزها در مسیر تصویب لوایح در حالی است که کارشناسان هر دو بان می دانند در صورت رد این لوایح تحریمی بدتر از تحریم‌های آمریکا که از 14 آبان آغاز می شود در انتظارشان است.